سلام دوستان عزیز به برنامه شفا و شفاعت خوش اومدید. من خیلی خوشحالم میتونم شما رو خدمت کنم امروز در کنار همسر عزیزم مینا. سلام عزیزان منم باز خوشحالم که یه فرصت دیگه با شما عزیزان هستم و با هم میتونیم در کلام کمی غوررسی کنیم و امیدوارم باعث برکت شما باشه حتما خواهد بود <applause> وقتی شما هم هستید حتما خواهد بود <applause> خدا رو شکر ما در سیزده جلسه گذشته در مورد شفاعت صحبت کردیم در مورد اینکه چرا شفا پیدا نمی کنیم مشکلات چیه دیدیم خیلی از گناهان مشکل بی ایمانی مشکل جاری شدن رحمت های خداست دیدیم دعا کردن و بلد نیستیم دیدیم شفاعت کردن و بلد نیستیم و بعد بررسی کردیم که کلا شفاعت یعنی چی معنی کلمه چیه نمونه ها رو دیدیم و به طور خاص جلسه گذشته ما این مسئله رو بررسی کردیم با هم دیدیم که ما میتونیم نه تنها شفیعی باشیم بین خدا و بین اون افراد ملت یا کشوری که به حق باید مورد توبیخ قرار بگیرن به خاطر اینکه گناهکارن میتونیم حتی بین انسان ها بین همسایه هامون، بین خودمون و یک کس دیگه و یه نفری که صدمه خورده شفیع بشیم به این شکل که از طرف اون کسانی که جفا رسوندن از طرف اون کسانی که خیانت کردن یا کسی را آزردن و شدیدا ناراحتش کردن ما جای اونها رو بگیریم و از اون شخص دل شکسته اون شخصی که روحش جریه دار شده خمیده شده دلش شکسته ما از اون عذرخواهی بکنیم ما میتونیم از این جهت باعث شفا و نجات این اشخاص بشیم و اونها اگه بپذیرن فبه ها میتونن واقعا زندگی بهتری داشته باشن خیلی جاها شفا از همینجا جاری میشه امروز با همدیگه ادامه میدیم صحبتمونو در مورد بارهایی که باید از همدیگه برداریم تو کلیسا وقتی میریم زندگی میکنیم میبینیم خیلی مشکلات هست ناهنجاری های زیادی هست در جامعه که فراوون متاسفانه حتی در کلیسا هامون هم هست ولی اگه ما این دو تا آیه از کلام خدا رو که میخوام براتون بخونم از رساله به قلاتیان باب 6 اگه این دوتا رو ما میکردیم شاید خیلی کمتر این نهنجاری ها تو کلیسا بود و میشد خیلی بهتر زندگی کرد پس با من باز کنید لطفا غلاطیان باب 6 آیات یک و دو پولس به کلیسای قلاتیه اینطور می نویسه اما ای برادران اگر کسی به خطایی گرفتار شود شما که روحانی هستید چون این شخص را به روح تواضع اصلاح کنید و خود را ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آرید بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آورید دیدن این مشکلات تو کلیسا بدیهیه دائما هست اون مشکل دیدنش نیست همه جا هست ولی ما چطور باهاش برخورد میکنیم بله. اون مهمه کلام خدا به ما میگه ما باید همدیگر رو ببخشیم مم. در انجیل متی باب 18 خوندیم که مینا جان خوندن در چند برنامه گذشته ما دعوتی داریم که پتروس میگه آیا من هفت بار برادرمون ببخشم مسیح هم. میگه به تو نمیگم هفت بار بلکه هفتاد هفت بار یعنی اصلا نشمرش قابل شمارش نیست ما بعد همدیگر رو بشمونیم و گاهی وقتا واقعا این سوال برای ما پیش میاد آیا این فیض رو من دارم آیا واقعا بازم بعد من ببخشم فلانی رو ببخشم اینو اونو ببخشم ولی بهتر سوال رو یه خوده برعکس کنیم شما میخواید چند بار خطایای شما رو اونا ببخشن هم. شما دوست دارید چقدر فیض از طرف دیگران برای شما بیاد بله. چون اون جوری که ما با دیگران برخورد میکنیم با ما همونطور برخورد میشه چقدر بیشتر مردم دوست دارن یا دل اون فریسی که اون فریسی کوچیکی که تو وجود ما هست دوست داره گناهان دیگران رو خیلی بزرگ بکنه انگار عدالت ما در کنار آشکار شدن خطایا و گناهان دیگران یه تلالای دیگه ای داره انگار من عادلترم وقتی دیگران گناهکارترن و این گناهشون گفته میشه واقعا چرا نمیریم در حضور خدا و براشون شفاعت نمی کنیم یادمون رفته که محبت میپوشونه کلام خدا میگه محبت کسرت گناهان را میپوشاند ولی انگار ما با از رسوا کردن دیگران لذت میبریم و تو کلیسا دائما خب تلفن که هست قدیما بود الان دیگه هزار تا وسایل ارتباط جمعی دیگه هم هست با تلگرام با سکایپ با تمام اینها ما دیگران رو رسوا می کنیم به خاطر خطایایی که انجام دادن ما فراموش کردیم که خونده شدیم که خوشی کنیم با خوشحالان و ماتم کنیم گریه کنیم با ماتمیان ما اینها رو متاسفانه فراموش کردیم عین اون فریسی گاهی وقتا میشیم که میگفت خدایا تو رو شکر می کنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر تو دل ما یه فریسی کوچیک هست که با فیض خدا باید صداشو ببریم ما باید بریم در حضور خدا یه نفر می گفت خدا رو شکر مثل این فریسی نیستی که تعلیم میداد این معزه معزهش بود داشت به بچه ها تعلیم میداد و بعد که معزه تموم شد یعنی پیغامش رو داد به بچه ها به شنونده ها گفت واقعا خدا رو شکر که ما مثل این فریسی نیستیم مثل این باجگیر نیستیم و ظاهرا بله. اثر تمام پیغامی هم که داده بود از, این رفت بله میدونید عزیزان در آسمان دو تا تخت هست شاید تا حالا اینجوری بهش نگاه نکردید ولی این تصویر به ما کمک میکنه که بعد از این چیکار کنیم در آسمان دو تا تخت است یکی تخت فیض که ما نزدیک میریم و اون رحمت میابیم فیض رو حاصل میکنیم که وقت ضرورت ما رو مدد میکنه و یه تخت دیگه تخت داوریه عیسی مسیح در جلوی این تخت فیض نشسته و دائما داره برای ما شفاعت میکنه مم. او به دست راست خدا نشسته و کارش شفاعت, شفاعت. کردن برای ماست در جلوی تخت قضاوت شیطان ایستاده و هر روز مدعی برادرانه او هر روز در حضور خدا گناهان من شما و تمام مم. کلیسا و تمام فرزندان خدا رو اونجا میره میکوبه روی میز و میگه اینا گناهکاره سوال من اینه شما تو کدوم صفید؟ پشت سر کی ایستادید؟ هر وقت که ما ایرادی از برادری میگیریم ما پشت سر شیطان استادیم و توی اون صفی که همه قضاوت میکنن کلام خدا از ما میخواد که روی یه تخت دیگه بریم کنار عیسی مسیح بیستیم وقتی که خود من این کار رو بکنم اون موقع من دارم از شیطان هدایت میشم و تمام اون قضاوت ها و تمام اون حرفایی که من میزنم نسبت به برادرم که خب به حقم هست واقعا یه بلای سر من آورده یا ناراحتم کرده و ما فکر میکنیم به حقی که ما این چیزا رو بگیم اون موقع شیطان از همین استفاده میکنه چون خلاف کلام خدا ما داریم عمل میکنیم و بر علیه خود ما تمام سخنان خود ما رو به کار میبره حالا از یه زاویه دیگه نگاه کنیم شما دوست دارید پرونده رو کدوم میز بره آیا دوست دارید دیگران هم پرونده شما رو ببرن روی میز قضاوت باز بکنن که با هم دیگه با شیطان بشینن نگاه بکنن ببینن کجاهاش ایراد هست تمام گناهان رو در بیارن یا دوست دارید پرونده شما بره روی میز رحمت روی اون تختی که عیسی مسیح هست و برای ما شفاعت میکنه گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر که هست گیرند ما داوری میخوایم ما عدالت رو میخوایم ولی میگیم این عدالت فقط برای همسایه من کرده بشه خداوند تو عادلی این این کارو این کارو این کارو با دیگران بکن چون اونا من اذیت کردن تو خودت چی آیا تو اذیت نکردی تو خودت آیا گناهکار نیستی تو خودت آیا پاکی کلام خدا خیلی واضحه برای ما و میگه توی که ای یهود توی که ادعا میکنی و بر دیگران فتوا میدی و باعث ناراحتی هستی برای دیگران خود تو گناهکاری و خود تو هم در در این مشکلات هستی خود تو هم همچین چیز جدا بافته تافته جدا بافته ای از دیگران نیستی ام. یک رویایی دید دوست من و من خیلی سری میخوام رد بشم نمیدونم من وقت دارم یا به شما بعد وقت بدم بفهمی این دوست من یه رویایی دیده بود که میگفت من در عالم رویا دیدم تو یه دادگاهیه و منو نشوندن روی صندلی متهم و یک هیئتی نشستن و شروع کردن دونه دونه کیفاشون رو باز کردن پرونده ها رو که تمام هم اسم من روش بود همه رو در وردن و شروع کردن ادعا وارد آوردن تو این کار رو کردی تو این کار رو کردی هی شونه خالی کردم یکیش جواب دادم یکی دیگر رو ماسمالی کردم و دیدم هیچ اتفاق نیفتاد و خسته در داغون همه انرژیم رفت و فریاد می زدم خداوند چرا فیزی برای من نیست خداوند چرا فیزی برای من نیست و بالاخره متوجه شدم که چون من خودم فیض نشون ندادم این برای منم همینطور شده <applause> کلام خدا میگه حکم نکنید تا بر شما حکم نشود زیرا دان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد و دان پیمانه که بپیمایید برای شما پیموده خواهد شد و میگه از اون لحظه که این برام باز شد شروع کردم به تمام خطایایی که دیگران به من کرده بودن دونه دونه رو بخشیدم فیض نشون دادم همه ای بدهکاری ها رو لغو کردم همه ای اونایی که به من طلب کار بودن و به من بدهکار بودن تو ذهن خودم همه رو لغو کردم و بالاخره صدای ایسای مسیح رو شنیدم که گفت من تو رو محکوم نمی کنم هم. مثل اون زنی که در حین عمل زنا گرفته شده بود خداوند بهش گفت که مدعیان تو کجا گفت هیچ کس هیچ هم. کس نیست ای آقا عیسی مسیح گفت منم تو رو محکوم نمی کنم ما با اون پیمانه که بپیماییم برای ما پیموده خواهد شد و کلام خدا میخواد که ما بارهای سنگین همدیگر رو متحمل بشیم آمین آمین کشیدن بارهای یک دیگر یکی از راه های هست که ما رو سهیم میکنه در رنج های ایسای مسیح در فیلیپیان باب سه آیه ده پولس با ترتیب خاصی میگه و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنج وی را بشناسم و با موت او مشابه کردم واقعا شما مثل پولس میخواهید او را بشناسید آیا آرزوی چشیدن قدرت قیام قدرت رستاخیز عیسی مسیح رو دارید اگر جواب شما مثبته پس اول باید در رنجهای او سهیم شوید و با موت او هم شکل گردید میانبری در امور روحانی در آسمان وجود نداره میانبری برای رسیدن سریعتر به خیلی از چیزها وجود نداره محاله برای شناختن او بدون رنج بدون در موت او شبیه شدن خداوند رو بشناسید رنج به مرگ ختم میشه و مرگ به رستاخیز رنجی که از بدوش کشیدن بارهای همدیگه میکشیم اساس کار شفاعت ماست در آخر هرچی چی میریم تا باز متوجه میشیم که الگوی ما در شفاعت عیسی مسیحه اشعیا نبی میگوید و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخم اون ما شفا یافتیم مسیح در جای خالی ساده مزد گناهان ما رو به دوش گرفت حالا نوبت ماست به عنوان بدن مسیح با به دوش کشیدن زفهای دیگران در رنجهای ایسای مسیح سهیم بشیم پولس این واقعیت رو خیلی زیبا بیان میکنه که ممکنه بارها اونو خونده باشیم ولی چشم ما همینطور رد شده و دقت نکردیم پولس در کلسیان باب یک قسمت دوم آیه 23 و 24 اینطور می نویسه و من پولس خادم آن شدم الان از زحمت های خود در راه شما شادی می کنم و نقص های زحمات مسیح را در بدن خود به کمال می رسانم برای بدن او که کلیساست دقت کردید نکته اول اینه که پولس تو این رنج ها شاده تو این آیه میگه در راه از زحمت خود در راه شما شادی میکنم یاد گرفته در مصیبت ها در ضعف ها در سختی ها شادی خودشو شادی که خداوند میده رو از دست نده و چون خوب میدونه در چنین زمانی قدرت مسیح میتونه مانند سایه ای او رو در بر بگیره نکته دوم که باید توجه کنیم اینه که اونها رنج های شخصی خود پولس نیستن بلکه رنج های ایمانداران شهر کلسی هست پولس به جای اونها داره تحمل میکنه و نکته سوم این که پولس وسیله میشه برای هر کار ناتمام در رنج های مسی مسلما عیسی روی صلیب کاری رو که پدر ازش خواسته بود انجام داد تمام کرد به اتمام رسوند خونش عدالت رو که خدا در نظر داشت رو برآورده کرده بود کاملا پرداخت کفاره یک بار برای همیشه قربانی که انجام شد اما کار مسیح با پرداخت کفاره متوقف نشد و خیلی ها به اشتباه تصور میکنن وقتی عیسی اعلام کرد تمام شد به معنای این بود که کار مسیح کاملا تمام شد اما آیا واقعا اینجوریه؟ کلام خدا چیز دیگه به ما میگه آیا مرگ روی صلیب ماموریت عیسی مسیح رو پایان داد خیر بعد از مرگ او بر روی صلیب وظایف بسیار مهم دیگری بود که میسای مسیح باید انجام میداد که تنها خودش فقط باید اون انجام میداد و قبل از کامل شدن نقشه نجات باید اونها رو به انجام میرسوند یک هنوز باید در ببخشید در عالم اموات پایین میرفت و در آنجا سر آن مار را له میکرد هنوز او به عنوان آدم آخر باید میرفت و کلیدهایی را که شیطان از آدم اول دزدیده بود پس میگرفت هنوز باید به قدس الاقداس صعود میکرد و در آنجا در مقام کاهن اعظم ما خون خود را یک بار برای همیشه به روی تخت رحمت میپاشید هنوز باید خدمت آسمانی خود را در مقام آن که تا ابد زنده است در برابر تخت فیض و تحت عنوان شفاعت برای ما آغاز میکرد خیر نه تنها مأموریت مسیح با رفتن بر روی صلیب به پایان نرسیده بلکه هنوز هم ادامه داره اون همچنان با تمام قوا مشغول کهانته و برای ما در برابر بر تخت الهی شفاعت میکنه از این گذشته پولس میگه ما بدن مسیح در این دنیا هر نقص <تصفح> هر نقص و کاسی که کم بوده رنج مسیح رو در بدن خود جبران میکنیم از این آیه خیلی, حساسه, حساسه که... بله این این <تصفح> این خدمت شفاعت این اتحاد و هماهنگی بدن مسیح با خود او که سر است پس با این حال وقتی که مسیح گفت تمام شد دقیقا منظورش چه کاری بود که تمام شد میخوایم ببینیم کلام خدا چی میگه در این مورد کل نظام عهد عتیق در مورد قربانی کردن قربانی کردن گاوان بز، بزها و گاوان نر و بزها تمام شد و حال برای خدا به تنهایی قادره گناه دنیا رو برداره که تمام اونها سایه ای بود از اون چه کیسای مسیح باید انجام میداد و نکته چهارم اینه که پولس این دردها رو در بدن خودش حمل میکنه در اون درد اونها رو در بدن خودش حس میکنه و جالبه میگه در جسم خود دردها رو تحمل میکنه پولس در انتها یادآور میشه که به خاطر بدن مسیح که همون کلیساست حاضر متحمل این شفاعت بشه شفاعت رو قبول میکنه میپذیره با اینکه میدونه باید در رو در بدن خودش تحمل بکنه پولس به ارزش والای این کهانت و شفاعت پی برده بود و میدونست چطور باید در این دعوت مقدس عمل بکنه و اونو با شادمانی بپذیره چقدر عالی درد های دیگران رو وقتی پولس تحمل میکنه واقعا میاد روش میاد روش وقتی شفا... رو شفاعت میکنه برای دیگران مم. این رنج هایی که در بدن خودش متحمل میشه که رنج های دیگرانه مم. این عمل شفاعته واقع. شفاعت واقعا شفاعت امر مهمیه در سه اغنوم اقدس پدر پسر و روح القدس شما فکر میکنید کدومشون در حال در مشغول اینطور بگیم مشغول شفاعتن هر سه شون. هر سه در حال شفاعت هستن روح القدس از طریق ما داره شفاعت میکنه به ناله هایی که نمیشه بیان کرد شفاعت میکنه مسیح خدای پسر به دست راست خدا نشسته و برای ما دائما داره شفاعت میکنه و خدای پدرم شفاعت پسر و روح القدس رو دریافت میکنه این عمل شفاعت دائما 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 داره انجام میشه و از اهمیت خیلی زیادی برخورداره از رنج ها گفتیم از صحبت, ها، صحبت هایی که میناجان کردن از این دردها و رنج هایی که روی بدن ما میاد این سوال گاهی وقتا برای ما پیش میاد که بالاخره این رنج ها از خداست یا از شیطانه اتفاقی میفته ما، ما، هر کس یه نظری داره یکی میاد میگه برادر اینا رو خدا اجازه میده برای ما که ما ساخته بشیم خدا ما رو تنبیه میکنه کلام خدا میگه که این تنبیهات رو نه خار بشماریم بعد کمال خوشی دانیم یعقوب میگه یکی دیگه میگه نه اینا حملات شیطانه و این رنج ها از طرف شیطانه ما خونده شدیم که راحت زندگی بکنیم واقعا آدم میمونه که <تصح> <كسب> بالاخره کدومشون راست میگن چون برای هر کدوم هم بازی آیاتی است ولی یه مقداری اگه خیلی از رنج های زائد و اینا بخوایم بذاریم کنار میتونیم خیلی راحت از خودمون بپرسیم عیسی مسیح برای چی رنج کشید؟ یعنی چه رنج هایی کشید منظورم اینه و برای چه چیزهایی رنج نکشید؟ مسیح چطور شد؟ چی کار کرد عیسی مسیح؟ برای چی رنج کشید؟ برای چی نکشید؟ ما میبینیم که مثلا در انجیل یوحنا باب 15 آیه 20 میگه به خاطر آرید کلامی را که به شما گفتم غلام بزرگتر از آقای خود نیست اگر مرا زحمت دادن شما را نیز زحمت خواهند داد ما میتونیم واقعا خودمون رو مقایسه کنیم اونجوری که اگه مسیح زحش کشید پس ما هم میکشیم عین این همونه دوم تیموتائوس دو یازده و دوازده اینطور میگه این سخن امین است زیرا اگر با وی مردیم با او زیست هم خواهیم کرد و اگر تحمل کنیم با او سلطنت هم خواهیم کرد اون چیزی که برای مسیح پیش اومده برای مام هست و در فیلیپیان همون آیه هم که شما خوندین میگه تا،, تا, او را و سلطنت او را رنج او را و شراکت در تمام رنج وی را بشناسم پس ما میتونیم اینجور برای خودمون برداشت بکنیم که اون رنجی که مسیح کشید ما هم میکشیم مسیح چی رنج کشید؟ چه رنج ایسای مسیح کشید؟ مسیح مم. آزار دید مسیح رد شد مسیح رنج بسیار کشید تهمت ناروا شنید به مسیح خیانت کردند رو دل عیسی مسیح غم اومد او گرسنگی خستگی و مصلوب شدن و مرگ و بسیاری چیزهای دیگر رو متحمل شد پس وقتی برای خادمین خدا این چیزا پیش میاد برای ما که مسیحی هستیم پیش میاد به ما خیانت میکنن به ما دروغ میگن به ما تهمت میزنن اینها اون رنج که مسیح کشید و ما هم باید بکشیم چندی پیش برای خود من شهادت خودمه که میخوام بگم چندی پیش توی یک دورانی افتادم که میدیدم خدا صدامو دیگه نمیشنوه یا جوابی نمیده و دائما هرچی دعا میکردم هیچی نبود و یک روز روح القدس خیلی یک نوای خیلی خیلی آروم به من گفت تو داری شبیه مسیح میشی و دعای تو اینه که میخوای شبیه مسیح بشی ایلی ایلی لما سبختنی هم. و من یه فکر کردم او خدای خدای چرا منو ترک کردی توی شبیه مسیح شدن قدم به قدم از جتسیمانی تا آخرین لحظه صلیب هم هست عیسی مسیح هم این رو کشید که خدا جوابی نمیداد خدا دور بود و این برای خود من پیش اومده برای خیلی های دیگه پیش اومده پس این رنج ها رو همه رو ما میکشیم و چه چیزایی رو رنج نمیکشیم کلام خدا خیلی واضحه عیسی مسیح برای بیماری رنج نکشید پس میتونیم واقعا به این نتیجه ما هم برسیم که اراده خدا اینه که ما در سلامتی زندگی بکنیم عیسی مسیح در امور مالی مشکلی نداشت هر چیز که میخواست براش فراهم بود یا غذا دادن به تعداد خیلی زیادی یا احتیاجات خودش یا یه اولاقی برای سوار شدن که حالا اینجا خب مرسدس بنز و بی ام و تویتا و اینجور چیزا هست برای تمام اینا برای مسیح فراهم بود ما میتونیم اینجور بفهمیم که خدا نیازهای ما رو اون نان کفاف ما رو واقعا به ما میده که ازش بتلبیم و بالاخره عیسی مسیح از مرگ زودرس رنجی نکشید او دورش رو به پایان رسوند ما میدونیم که وقتی با خدا راه بریم در اینم ما رنجی نخواهیم کشید چون یک زمانی خدا برای ما گذاشته و ما میتونیم اون رو کاملا به نیکویی زندگی بکنیم توش شاید زندگی روزمره واقعا یه چیز دیگه نشون بده ولی این الگویی میتونه باشه برای ما مسیح تو چی زرج کشید تو چی نکشید ما هم مثل مسیح تو اونا رنج میکشیم تو منوه گارانتیه مسیح ها اذیت کردن ما رو اذیت میکنن ولی تو اونایی که مسیح رنج نکشید ما هم رنج نخواهیم کشید حداقل تدارک خدا برای ما اگه موانع رو برداریم دیگه وقت کمی است که من میکروفون رو به شما میدم باش خدا رو شکر برای مکاشفات کاملتر و بیشتر تو این دهه های اخیر که در جهان در کلیسا میبینیم در رابطه با اقتدار و حقوق و امتیاز ایمانداران و اینکه عیسی رو در نوری تازه در مقام شیر قوم ثبت یهودا یا قوم یهودا میبینیم لیکن ایسا فقط شیر قوم یهودا نیست بلکه ایسا برای خدا هم هست که برای خداست که گناه دنیا رو برداشت در ذات ایسا طبع برگونه هم وجود داره و حاضر به خواست پدر دهان خودش رو بسته و به آرامی جانش رو حتی تا پای مرگ هم تقدیم بکنه یه خطر اینجا وجود داره که و اون اینه که ما با تمامی قوا به یکی از این دوتا خصوصیت مسیح بچسبیم و اون به اون تکیه کنیم افراد, افراد و تفرید همه ما افراد یا کلیساهایی رو میشناسیم که در افراد راه میرن یا در تفرید بله زمانی برای مبارزه است در اون زمانه که اون مقام شیر سبت یهودا این چنین در عمل میسیم اما زمانی هم هست که زمان تسلیمه مثل بره خدا در شکست و متوجه میشیم در شکست هست که بعد پیروزی ها نصیب ما میشه وقتی که عیسی نقش در اون قسمتی که داشت به عنوان بره خدا گناه جهان رو برمیداشت به نظر شکست میومد به نظر میومد که مرگ ضعف و شفاعت هر دو خصوصیت مسیح رو در بر داره ما یاد میگیریم که چه زمان مثل شیر جسور و بیباک باشیم و بعد باید یاد بگیریم همچون بره ملایم و آرام خدا سلاحای بسیار داده به ما برای اینکه دشمن رو خل سلاح بکنیم بعضی از ما فقط به اسلحه جنگی تهاجمی آشنا هستیم و عادت کردیم غافل از اینکه سلاحهای دیگر خدا که مخفیان، اونها هم در اختیار ما قرار داده شده تا جنگ نیکویی رو بجنگیم شاید در نظر اول بعید به نظر برسن اما بینهایت نهایت معثرن. دشمن ما از این سلاحها سر در نمیاره نمیتونه در برابر اون مقاومت بکنه و چه کسی میتونه تصور بکنه که این سلاح بر, بر بودن ایسای مسیح و اون چیزی که به نظر شکست میاد بر روی صلیب ضعف مسیح مرگ مسیح بر روی صلیب نقشه شیطان رو از بین ببره نقشه خدا چیزی رو در برداشت که پادشاه این دنیا شیطان ازش سر در نیاورد و اگه میدونست امکان نداشت بذاره ایسای مسیح روی صلیب بره آه. و این واقعیت امروز هم ادامه داره ایسای مسیح دیروز امروز فردا همونه هر وقت که انتخاب کنیم مسیحایی رفتار بکنیم چه شیر باشیم چه بره دشمن هر بار شکست خواهد خورد پس اگر روزی در موقعیت بره قرار گرفتید به نظر شکست ضعف مرگ در رنج های مسیح شریک شدنه در مر... با مرگ او هم شکل شدنه بدونید در پیروز... پیروزی در چند قدمی شما خواهد بود و این پیروزی نصیب شما خواهد شد فقط باید تشخیص بدیم که چه وقت به عنوان بره و چه وقت به عنوان شیر قوم یهودا عمل بکنیم وقتی حاضر میشیم با مسیح هم درد بشیم البته مسیح میگه که این کاسه رو خواهی نوشید تعمیدی رو که من می، میابم خواهید یافت در مورد رنج کشیدنش صحبت میکنه و این جام جام رنج و عذابه و قبول داریم الهیاتی که پیروزی رو اعلام میکنه شفا رو آزادی رو اعلام میکنه و باید در نظر بگیریم الهیاتی که رنج رو هم اعلام میکنه ولی در این رنج پیروزی ها نصیب ما خواهد بود من فکر کنم وقت ندارم ولی دیگه دیگه بعد خدافسی کنیم وقت کل موضوع نمیده. رو مطرح کردیم خدا رو شکر این قسمت رو به پایان میبریم و میریم برای برنامه بعدی از همه شما هم دعوت میکنم که باز با ما باشید به خداوند میسپارمتون تا یک برنامه دیگه از شفا و شفاعت خدا نگهدارشون خدا حافظشم.